سرخط خبرها، طالبان بار دیگر حامد کرزی را جزا دادند. امرالله صالح نیروهای ویژه در داخل ارتش طالبان ایجاد کرد. فعالیت های جاسوسی اسماعیل خان در ولایت های مختلف افغانستان آغاز شد. رئیس روابط خارجی جبهه مقاومت ملی داعش به دستگاه اطلاعاتی و نظامی طالبان نفوذ کرده است. طالبان: می توانیم اجازه بازدید ایران از منابع آبی را ندهیم. جسد بدون سر یک مرد در لوگر یافت شد و مرد در خور همسرش را کشت. سلام دوستان، به یک از دیگر از ویدیوهای این چینل خوش آمدید. رئیس روابط خارجی جبهه مقاومت ملی داعش به دستگاه اطلاعاتی و نظامی طالبان نفوذ کرده است. رئیس روابط خارجی جبهه مقاومت و مدیر عملیات ویژه امریکا مدعی شدند که داعش در بین صفوف طالبان سربازگیری می کند. بر اساس مطلب مشترک علی میثم نظری و دیوید کوک در واشنگتن تایمز، حملات اخیر و ترور والی طالبان در بلخ نشانه روشن از افزایش نفوذ داعش در میان نیروهای طالبان است. آقای نظری و دیوید کوک در یادداشت خود نگاشتند که طالبان هیچ تمایلی برای قطع روابط خود با تروریسم نشان نداده است. از نظر آنها با گذشت هر روز وضعیت امنیتی داخلی افغانستان بدتر می شود، زیرا با اجازه طالبان گروه های تروریستی زیاد و هزاران جنگجوی تندرو از سراسر آسیا جنوبی، مرکزی و غربی به افغانستان وارد می شوند. روزنامه هیل در ماه جدی سال گذشته در گزارش نوشت که طالبان به ستیزه جویان پاکستان، ازبک، تاجیک، اوغیو، عرب و بلوچ اسناد سفر و اسلحه توزیع می کنند. به باور نویسندگان، طالبان با توزیع پاسپورت و کارت شناسایی برای این تروریست های خارجی قصد دارند تا در آینده به کشورهای دیگر نفوذ کنند. به باور علی میثم نظری و دیوید هوک، درگیری داخلی و رقابت جناح‌های مختلف برای کسب قدرت و منابع باعث ایجاد خلای قدرت در آینده کشور خواهد شد. نویسندگان مطلب باور دارند که این خلا آغاز تصیف طالبان و قدرتگیری گروه های متخاصم تندرو منطقه‌ای در افغانستان خواهد شد. آنها در نوشته خود هشدار دادند که خلاهای آینده سازمان های تروریستی را بیشتر تقویت می کند و به این گروه اجازه می دهد امنیت جهانی را تهدید کند. بر اساس ارزیابی نویسندگان مطلب، داعش با جذب ثروت در شرایطی که کشور در فقر فرو رفته از میان مردم نیز نیرو جذب می کند. یادداشت افزوده که گروه های تندرو جهادی بسیاری از گروه های تروریستی منطقه ای را در مدار خود قرار دادند و تبلیغات خود را به زبان های محلی و بین‌المللی از جمله انگلیسی و عربی افزایش دادند. با باور این دو ناظر بر اوضاع افغانستان، داعش این توانایی را دارد که گروه های ناراضی طالبان را جذب کند. آنها همچنین در یادداشت خود با اشاره به هدف قرار دادن نیروهای امنیتی پیشین افغانستان نگاشتند که این نیروها به دلیل انتقامگیری طالبان با حمایت داعش وارد صف آنان می شوند. طالبان: می توانیم اجازه بازدید ایران از منابع آبی را ندهیم. حکومت طالبان در پی اصرار دولت ایران مبنی بر بازدید از ذخایر آبی افغانستان روز چهارشنبه 3 جوزا اعلام کرد که موضوع بازدید آیت فنی در معاهده سال 1351 میان دو کشور ذکر نشده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان به بی بی سی گفته که بر این اساس ما ممکن است اجازه بازدید به آیت ایرانی را از این جاها ندهیم. پیش از این ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران در سفر به سیستان و بلوچستان با لحن تندآمیز و کم سابقه درباره حقابه ایرمن خطاب به طالبان گفته بود حرف من را جدی بگیرید تا بعدا گلایه نکنید. جسد بدون سر یک مرد در لوگر یافت شد. ریاست صحت عامه تحت اداره طالبان در ولایت لوگر میگوید که جسد بدون سر یک مرد را از این ولایت پیدا کردند. مدیریت عمومی تبدی تحت اداره طالبان در لوگر روز چهارشنبه 3 جوزا با نشر خبرنامه‌ای گفته است که این جسد در سایه دیوانگی روستای بابوس ولایت لوگر پیدا شده است.
در خبرنامه آمده که تا اکنون هویت این مرد شناسایی نشده است و از بستگان او نیز خبری نیست. مقام‌های امنیتی طالبان در لوگر در این مورد چیزی نگفتند. مرد در غور همسرش را کشت. منابع محلی در ولایت غور گفتند که یک زن جوان توسط شوهرش در این ولایت به قتل رسیده است. منابع به روزنامه 8 صبح گفتند که این زن سه‌شنبه شب دوی جوزا در منطقه دوبرار شیخها در ولسوالی پسابند ولایت غور از سوی شوهرش کشته شده است. منابع علت این رویداد را خشونت‌های خانوادگی عنوان کردند. طالبان در غور تا اکنون به گونه رسمی در این مورد چیزی نگفتند. طالبان بار دیگر حامد کرزی را جزا دادند. طالبان مانع سفر حامد کرزی به ایران شدند. سفر آقای کرزی به تهران از سوی سفیر ایران در کابل تنظیم شده بود، اما در پی موضع‌گیری های تند مقام های ایرانی درباره آب دریای هیرمن، استخبارات طالبان مانع سفر حامد کرزی به تهران شدند. فعالیت های جاسوسی اسماعیل خان در ولایت های مختلف آغاز شد. قرار اطلاعات موثق، افراد مربوط به امیر اسماعیل خان در ولایت هرات و نیمروز از چند هفته به این سو فعالیت هایشان را آغاز کردند و در حال حاضر مصروف انسجام نیروهای ضد طالبانی و طرح پلان های عملیاتی هستند. این افراد در گروه های 5 نفری در ساحات و ولسوالی های مختلف تقسیم گردیدند. امرالله صالح نیروهای ویژه خود را در بین ارتش طالبان جا داده است. منبع: امرالله صالح گروه تخصصی جنگ با طالبان را ایجاد کرده است. هدف اولی این گروه، هدف قرار دادن رهبران کلیدی طالبان است و نیز حملات بر پایگاه های رهبری طالبان می باشد. تی تی پی از طالبان افغان برای پیروزی تقلید می کند. مرکز مبارزه با تروریسم چهارشنبه 24 می اعلام کرد که با پیروزی طالبان در افغانستان، گروه تحریک طالبان پاکستانی به اسلحه های پیشرفته دست یافته و جنگجویان خود را برای جنگ علیه حکومت از افغانستان به پاکستان منتقل کرده است. در این مقاله در مورد فعالیت های تی تی پی که در وبسایت مرکز مبارزه با تروریسم منتشر شد، از افزایش تهدید این گروه تروریستی هشدار دادند. در این مقاله آمده است که TTP فعالیت‌های رسانه‌ای و عملیاتی خود را تقویت کرده و از هدف‌گیری بیروی غیر نظامیان در حمله‌های انتحاری دور شده است، اما روی ساختار سازمان خود تمرکز کرده است و به نظر می‌رسد که در یک تلاش راهبردی می‌کوشد پایه‌های قدرت خود را مستحکم کند. سپاس که تا این دم با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر چینل را سابسکرایب و ویدیو را لایک کنید.